درود با 180 ثانیه سه‌شنبه 30 مهر ماه ما رو همراهی کنید. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده شماری از بهائیان در شیراز که قصد تحت‌الشعاع قرار دادن پیاده‌روی 40 را داشتند بازداشت شدند. برخی خبرگزاری‌های داخلی مدعی شدند بازداشت شدگان قصد برگزاری جلسات و محافل خصوصی داشتند. برخی گزارش‌ها از ایران هاکی است به کارگیری منشی زن برای مدیران دولتی به طور رسمی ممنوع شده است و تاکید شده موضوع تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن از جمله موارد مهمی است که باید کاملا رعایت شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید از اظهار نظرهای ایران درباره ترکیه بر سر موضوع سوریه ناراحت شده است. آقای اردوغان گفت از ایران صداهای ناهنجاری به گوش می رسد. روحانی باید از ابتدا این صداها را ساکت می کرد. این صداها من و همکارانم را ناراحت می کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اگر لازم شود دونالد ترامپ برای کاربرد نیروی نظامی علیه ترکیه آمادگی کامل دارد. او گفت واشنگتن صلح را بر جنگ ترجیح می دهد. اما اگر نیاز به اقدام نظامی باشد ترامپ کاملا آمادگی آن را دارد. ارتش لبنان شامگاه دوشنبه با حضور گسترده در ورودی‌ها و مرکز بیروت از تعرض انصار حزب الله لبنان و طرفداران جنبش عمل به تظاهر کنندگان لبنانی جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها خودروهای ارتش لبنان در ورودی‌های بیروت مستقر شده و از ورود موتورسیکلت سواران به مرکز شهر ممانعت کردند. لی یوچنگ معاون وزیر خارجه چین میگوید گفتگوهای تجاری این کشور با آمریکا پیشرفت کرده و اگر دو طرف به یکدیگر احترام بگذارند مشکلات حل خواهد شد. این اظهارات ساعتی بعد از صحبت‌های مشاور اقتصادی دونالد ترامپ عنوان شد که گفته بود آمریکا تعرفه‌هایی را که قصد داشت در ماه دسامبر بر کالاهای چینی اعمال کند کنار می‌گذارد. گزارش‌ها حاکی است که به رغم اعلام محدودیت رفت و آمد اعتراضات خیابانی در شیلی ادامه دارد و بر اساس آمارهای رسمی تاکنون حداقل 11 نفر کشته شدند. در همین زمینه سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره مرگ معترضان و استفاده از زور علیه مردم شده است. امپراتور ناروهیتو 126مین امپراتور ژاپن امروز سه‌شنبه طی مراسم باشکوهی در توکیو در پایتخت این کشور و با حضور مقاماتی از 180 کشور جهان رسما بر تخت امپراتوری ژاپن تکیه زد.